بسم الله الرحمن الرحيم دا مرمو تلزون قدمو کتلکو سلامونا و نیکی هلی اومنی خواهیم جنن تاسو تا دسی اوزان در پیجنم البته قصه دیرا اگده دا پا کال 2015 که چنن نا تقریبا سلور کالا مخ که لدسی زوان سرزا معرفی شوم چاگا لمره زلو چه سمیدن تا سرا لکورنی را غی نو لمره زلو در ترین پشتیشن که یا همدارنگا دا بس تمزایی که سر مخ شو پختن را سخو کلا چه زوارم لار شم ناروی تا اول تا پننده شو نو ما ورته ویلی چه تاسو پا سویلن که پات شی البته سویلن که با تاسو درسونه باید حقا و چه زنن دیر خواهیم خوشحاله ایم چه فیاض دولزی را سر دا فیاض دولزی پا سویلن که زدقه اکده پا سلو کلونو که دیر زیاد فرمختگو که دا فرمختگ بیلگه دارا چه دو کتابونه ایلی کردی او دوار کتابونه یو پا انگلیسی جبا بانده او بلی پا سویلنی جبا بانده زنن دیر خواهیم خوشحاله ایم چه دا پا خپل جبا پا خپل مورنی جبا بانده پا سویلن که بیاد سویلن دی مانمو پا خار که دا سلگونو سویلن میشتو سویلنیانو مخت خبری اکرلی یا خپل کتاب پاره معلومات ورکل چه بدا غسی زوانانو بانده چه دا فرمختک که یا پرمغزی پا ویارم فیاجان خوش آمدی صفا وردی خوش آمدی با تلویزیون مانمو تشکر بسیار زد سلام علیکم نام فیاض دولتی است بر نویسنده این دو کتاب که یکش به انگلیسی است و یکش به سوئدی است هستم و قسمه که ورزشان گفتن سال 2015 سویدن آمدم مکتب لیسه سال گذشته تمام کردم و قرار است در خزانه سال پنتون شروع کنم بخیر و رشته تجارت رو بخونم اولی که تشکر از شما بخاطر که راهنمایی کردین و فرصت های اینجا را برای ما آشنایی ساختین تا ما قانع شدم که اینجا بانم چون آینده وجود داره بسیار خوب در باره می کتابتان اگر برای ما بگوین که اینجا خونوشته کردن ریسن اگر کتاب خودتان کم صحبت کنین که در باره چی است کتابم ریسن بورتم دمو و تنه یعنی سفر فراتر از شبهای بیمهتاب کتابی است که درباره سفر خودم و خانواده که دو خواهرم یک برادرم است از افغانستان تا کشور سویدن است ی به شکل سریال است که چهار کتاب قرار است چاپ شوند کتاب اولش چاپ شده که هم میتونه آدم به شکل آنلاین خریداری کنه و هم از طریق خودم میتونه خریداری کنه کتاب دومش را نوشتیم در اپریل قرار است چاپ شوند بیرون بیه و تا آخر سال کتاب سوم و چهارمش هم چاپ میکنیم و این کتاب تنها درباره سفر ما و خانواده نیست بلکه درباره صدها هزار مهاجرین هستن که دریای مدیترانه را مثل ما از ترکیه از مرزش عبور شدن و طرف کشور اروپایی آمدن و تمام خطرات، تمام مشکلات و دشواری هایی که در راه بودن تمامش ما به شکل رمان نشر کردن در کتاب خود بسیار خوب قسم که شما گفتین که کتاب قسم سریال هستن که کتاب یا اول و کتاب دوم چاپ شد کتاب سوم و چهارم فعلا تا کجا کتابتان نوشته کردین؟ از افغانستان تا کجا نوشته؟ تا یونان رسیدیم حالا تا یونان رسیدیم در کتاب دوم در یونان تمام میشه بعد در کتاب سوم از یونان تا سویدن که هفت کشور ما گذراندیم نوشته میکنم در موردش و کتاب چهارم قرار است زندگی ما و مهاجرین دیگر در سویدن تذکر کنم در کتاب دشواری هایی که اینجا داشتیم خصوصا دشواری های ادغام و وقتی که منفی گرفتیم دشواری های مکتب زبان جدید تمام دشواری های کتاب سیاسی و اجتماعی در کتاب چهارم قرار است درج کنم و قرار است استریال در اونجا تمام کنم قسمی که شما چهار سال نزدیک رسیدن بودیم و در دو کتاب نوشتیم چی باعث شد که شما قدر زود در جامعه آشنا شدیم و زود کتاب نوشتیم و زود زبان یاد گرفتیم قسمی که ما میبینیم زیاد بچه هستن اینجا آمدن تا پنج سال، شش سال، هفت سال زبان یاد نگرفتن در جامعه آشنا نشدن قسمی که یاد تماس در 2015 آمده بودید شما میخواستین ناروی برید ولی خوشبختانه شما در سویدن ماندنی شدید و در سویدن ماندید قصه کنید من که اولین بار منفی ما گرفتم سال 2016 بود منفی اولین بود و بعد دیگه بچه هم بود که منفی گرفته بودن اونا ناامید شدن مکتب نمیرفتن و به خاطر آینده خود اقدام نمیکنن چون فکر میکنن دوباره دیپورت میشن و این که من دیدم این زیاد خیلی عام بود در بین مردم
ما میتونستم یک از بچه های باشم که همون قسم باشم، ناامید باشم، مکتب نرم و منتظری باشم که من دیپورت شم، اما ما بجاش فرصت ها رو دیدم. ما میتونستم مکتب بریم، میتونستم پیشرفت کنیم و از تمام فرصت های اجتماعی و اقتصادی و تحصیلی کشور استفاده کنیم تا روز اگر دوباره افغانستان برمیگشتیم حتی قد چیز با خود میراشتیم به تحصیل بود. امی فرصت ها رو من دیدم و میخواستم ازش استفاده کنم و متاسفانه همه گی فرصت ها رو نمیبینن و فقط به پوینت های منفی این کشور فکر میکنن، ولی در حقیقت پوینت های خیلی مثبت هم در این کشور وجود داره، کافی است انسان بتونه ببینه. بله، تشکر میکنیم. کتاب انگلیسی رو نوشتیم. انگلیسی رو در کجا یاد گرفتیم؟ انگلیسی رو در افغانستان یاد گرفتم، در کورس فکران میگفت در شهر مزار شریف یک کورس بود در اونجا شروع کردم و سه سال ما درس خوندم تا انگلیسی یاد بگیرم. بعد اینجا که آمدم من داستان داشتم که مربوط به من میشد و داستان هم داستان بود که مربوط خوشنط علیه زنان میشد، ولی داستان شخصی بود و که مربوط خود من میشد. میخواستم بیرم به نشر برسانم، وقتی اصلا میخواستم به نشر برسانم که تن از سویلیان هم بلکه مردم دیگه کشورم بخوانم. کتاب مال در آمریکا وجود داره، در واشنگتن، از اینجا بستر کردن رفیقان کسا که در کانفرانس هم آردن در مامو، در اسپانیا وجود داره، در انگلستان وجود داره، در خود سویدن وجود داره. هرچند زیاد فروخته نشده اما بعضی ها خریدن، یعنی مردم داستان خواندن و میفهمن که داستان مهم است. تا یونان قسمی که شما گفتین تا ایران رسیدیم، تا یونان، تا یونان کمی قصه کنیم درباره سختی تان چی را دیدین؟ چون با شما برادرتان دوام شریتان بودن، چی دیدین در چی مشکلات تا ایران کردید؟ گشنگی بود چون ما جا در جزیره هایی بودیم که اونجا نه خانواده نه خانه بود و نه دکان بود که انسان میتونست چیز بخره و اقتصاد خراب بود چون نمیشد از افغانستان چون تلفن آنتان نمیداد که آدم پول بخواید و بعضا پلیس وقتی آدم تعقیب میکرد چون بار گریان بود مجبور بود خوردن یا خوراکه را پشت سر بگذارم تا که جان خودم نجات بودم و این همه باعث میشد که انسان شبها را گشنه سپری کنه و چون ما طفل با خود داشتیم شبام خواب نداشت چون مریض بود و مشکلات دیگه ای بود که با ما خانواده بود و دیگران مرد بودن، این یک چالش خیلی بزرگ بود که آدم باید مواظب ناموس خود می بود تا که کنم خطر قرار نمی گرفت وقتی نمی شد. فعلا در چی حال هستین؟ فعلا تا جایی که ما فکر میکنیم کتاب نوشتین و می نویسین، درس می خوانین، قبول شدین، مشکلات دارن فعلا هست خیلی؟ مشکلات فعلا مشکلات ادغام است. تنها از ما نیست، عمومی است. اینکه مردم سویدن با مردم مهاجر مثل ما و دیگه مهاجرین از دیگه کشورها اتحاد بینشان وجود نداره و این مشکل خیلی اساسی است چون این مشکل باعث میشه که مهاجرین مثل ما پیشرفت کردن نتونن داره زیاد، چون باید جامعه سوید باز باشه و خوش آمدید بگوی ما و همراه ما کار کنند تا ما بتونیم خود در خانه احساس کنیم و مشکل اساسی است که هیچ کس خود در خانه احساس نمی کنند. هرچند ما پیشرفت ما بالاتر از مردم سوئد است، از جوانان سوئد است از یک نگاه، چون ما همیشه تلاش می کنیم، جوانان ما همیشه تلاش می کنند و آرزومند هستیم. تشکر می کنیم فیض جان، زنده باشین و خوش هستیم که امروز با شما هستیم. داخل یک پیغام با جوانان عزیزان میخواییم و در آخر یک کلمه صحبت کنیم درباره شما پلان داشتیم اگر در نروی میبودید، اگر نروی میرفتید همی کار را که امروز انجام دادید همی کار را انجام میکردن یا خیر؟ آدم نمیتونه پس بینی کنه، پیش بینی خو میشه بشن، چون شاید اگر من نروی میرفتم اصلا یک کار را دیگه میکنم، شاید اصلا چون رشته سیاسی را سیاست خوش داشتم شاید در مسائل سیاسی بیشتر فعال میبودم و شاید کنم مسائل دیگه، یا شاید هم دیپورت می شدم از نروژ چون شرایطش بد بود. و دیگه این پیام من در جوانایی است که ناامید نشین در هر حالت زندگی که قرار دارین و هر سنی که دارین ناامید نشین، چون در سنی که ما شما قرار داریم بعضا زندگی ناامید کننده می باشه. اصلا ناامید نشین و تنها تاریکی های زندگی رو نبینین، روشنی وجود داره و همه چیز خوب میشه. باور داشته باشین به خودتان و
با عشق و با محبت زندگی کنند. تشکر از دوستان.